امروز سه یک خبر خیلی جالب و عجیب دارایی های رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان توی روزنامه رسمی منتشر شد. بعد از اینکه ایشون برای بار سوم پیاپی در واقع رأی آورد رئیس جمهور ترکیه شد، خیلی مورد بحث بود که خب ایشون از چند سال پیش، از دوره قبلی، از 5 سال پیش تا الان چه دارایی هایی جمع کرده و چقدر املاک مستقلات داره، چقدر زمین داره و حتی چقدر بدهی داره. اومدن توی روزنامه رسمی اینها رو منتشر کردن. حالا ایشون چند تا حساب بانکی داره، همه رو با هم دیگه من بر چیزی که آوردم جمع زده در مورد ماشین ها و زمین ها و کلا املاکش، ارزششون و حتی بدهی هاش صحبت شده. اینکه این آمار چقدر واقعا میشه بهش استناد کرد، چقدر دقیقه، همونطوری که توی تلویزیون خود ترکیه در موردش صحبت شد، آقایی که داره صحبت میکنه که نماینده مردمه میگه که باید اینها از طرف کسی مورد بررسی قرار بگیره یا ارگان یا نهادی مورد بررسی قرار بگیره که به جایی وصل نباشه، باید یک نهاد مستقل بیاد این کار رو انجام بده تا بتونه اینها رو واقعا واقعی مردم نشون بده. حالا ایشون هم توی اون صحبتش میگه که اینها رو میتونن مخفی کنن دیگه، حالا چیزی که ما ایرانی ها خیلی بیشتر از اینا واردیم. قبلا هم در مورد دولت مردان ایران هم یه همچین چیزی منتشر شده بود و اینجا چیزی که داریم میبینیم، بخوایم همین رو فقط بررسی کنیم، صحبت کنیم، بررسی کنیم، ایشون زیر 2 میلیون لیر توی حسابای بانکیش سرجم، حتی حالا خانومش هم هست، اونو خیلی کار نداریم، حسابای بانکیش سرجم زیر 2 میلیون لیر، یعنی زیر 6 میلیارد تومان داره و املاک و حالا زمین ها و همه چیش هم زیر 8 میلیون لیره سرجم و ماشین هم گفته شده که نداره. خیلی جالبی که بدهیش رو اینجا برام نمایش داده، بدهی آقای اردوغان به برادره، فکر میکنم کوچیکترشه، که 5,400,000 لیره به برادر خودش، بیش از 10 میلیارد بدهی داره. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Marmaris'te inşa edilen ve kamuoyu tarafından... اگر از آمارهای رسمی بخوایم بگذاریم، بریم سراغ آمارهای غیر رسمی و چیزی که شاید خود من توی این سالها شاهدش بودم، یک نمونش همین بنایی هست که دارید مشاهده میکنید. این ساختمون که به اصطلاح حالا بهش توی فارسی کاخ، سرای یا امارت میگیم، توی ترکیه هم بهش سرای تابستونی یا کاخ تابستونی میگن، توسط معمارش توی سایت ایشون منتشر شده، بعدا هم گفته میشه که پاک شده، ولی این عکس ها از اونجا آمده. این کاخ توی یکی از بهترین، خوش آب و هوا ترین، توریستی ترین مناطق ترکیه ساخته شده و شاید حتی گرونترین، به نام مارماریس، استان مولا، واقعا یکی از بهترین جاهایی که برای تفریح حتی میتونید برید. و این حالا کاری به تعداد اتاقاش و متراژش و اینا ندارم، عکسایی که مشاهده میکنید گویای همه چیز هست و گفته میشه بودجه‌ای که براش صرف شده، شاید معمار گفته باشه، دقیقا نمیدونم این منبعش کجاست، ولی همه جا این گفته شد، یعنی این موضوع مال پارساله یا پیرارساله و خیلی هم مهم نیست ایناش، ولی 2019 میگن به اتمام رسیده ساخت این مجموعه. یه مجموعه فوق العاده وسیعیه، وسط یک باغ، یک جنگلی قرار گرفته و بودجه‌ای که براش در واقع هزینه شده، اینجوری بگم، بین 600 تا 700 میلیون لیره که خب گفته میشه متعلق به رئیس جمهور هست. حالا اینکه چقدر این موضوع صحت داره من هم نمیدونم، منبعش رو هم براتون گذاشتم، این کانال یوتیوبی که دارین نشون میده میتونه منبعش باشه، یا جایی که ایشون ازش برداشته این مطلب رو منتشر کرده، یا خود اون معمار میتونه منبعش باشه. و یک نمونه دیگه‌اش هم ماشین توگی هستش که به رئیس جمهور و همسرش داده شد. این ماشینی که داده شد به هر حال جزو دارایی‌هاشون توی اون متن رسمی منتشر نشده. همونطور که اینجا دارید مشاهده میکنید، یک دستگاه توگ به خانومشون و خود آقای رئیس جمهور هم دادن که اینجا دارن امتحانش میکنن و خب این رو هم توی اون اسناد ننوشتن. Araba benim ona göre. Arabanın senin o...
مرسی که من رو تماشا کردید. دوتا هم ویدیو اینجا بهتون پیشنهاد میکنم که اونها رو هم میتونید تماشا کنید.